پاسخ خانواده هاشمی رفسنجانی به اتهامات حمید رسایی امروز در مجلس خوانده شد. پاسخی که 9 صفحه بود، اما به گفته هیئت رئیسه مجلس چون طولانی بود بخشهایی از آن قرائت شد. بیشتر توضیحی بود درباره سابقه اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش و البته اینکه خانواده هاشمی به توهین و انتقاد عادت دارد. این واکنش هاشمی به سخنرانی هفته پیش حمید رسایی نماینده اصولگرای نزدیک به دولت بود. مشاوران مهدی هاشمی که او را فراری دادند و بعد از 3 سال برگرداندند، اکنون تمام تلاش خود را کردند و میکنند تا پرونده مهدی هاشمی را به ابعاد سیاسی آن منحصر کنند. با اینکه پاسخ امروز خانواده هاشمی رفسنجانی به این سخنان رسایی بود، اما امروز حمید رسایی دوباره فرصت سخنرانی داشت. رسایی هاشمی رفسنجانی را به قدرت طلبی و همراهی با آنچه دشمنان حکومت خان متهم کرد. ام الفسادی پس از 2 دهه فساد و تباهی، نهایتاً وقتی در حوادث فتنه 88 رسایی امروز به انتقاد از معترضان به انتخابات سال 88 پرداخت. او نام 23 نفر از کشته شدگان بعد از انتخابات آن سال را ذکر کرد و گفت آنها بسیجی‌اند. افرادی چون میثم عبادی، مصطفی غنیان، یعقوب بروایه، رامین رمضانی، حسین طوفانپور، محرم چگینی، فاطمی سمسارپور و عباس دیسناد. مخالفان دولت نه تنها این افراد را بسیجی نمی دانند، بلکه می گویند آنها توسط بسیج و سایر نهادهای نظامی در اعتراضهای بعد از انتخابات سال 88 به قتل رسیدند. حمید رسایی امروز در بخشی از سخنانش به رنج مردم از گرانی اشاره کرد که این اظهارات او اعتراض برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت. نمایندگان مجلس میگویند حمید رسایی از جمله حامیان دولت احمدی نژاد است و آنچه این روزها در ایران روی داده به خاطر عملکرد دولت است. رسایی در این باره هیچ گونه اقماضی نخواهد کرد. بعد از اظهارات هفته پیش رسایی، دادستان تهران علیه او اعلام جرم کرد. برخی نمایندگان میگویند قوه قضاییه نمیتواند نماینده را به خاطر اظهار نظرش احضار کند. اما امروز با اصرار رسایی برای حمله به هاشمی و دیگران، فرزندان هاشمی رفسنجانی از او شکایت کردند. معلوم نیست قوه قضاییه چقدر در برخورد با این نماینده مجلس جدی است. اما امروز حسین شریعت مداری، نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم از هاشمی رفسنجانی انتقاد کرد. همزمان با 9 دی انتقادات از هاشمی و فعالان سیاسی منتقد دولت افزایش یافته است. در این جنگ نرم هم 9 دی 88 به دستور آیت الله خامنه ای راهپیمایی مقامات حکومت در اعتراض به موسوی، کروبی و حامیانشان برگزار شد و بعد از آن برخورد با مخالفان دولت شدت یافت، طوری که موسوی و کروبی حدود 2 سال است بدون حکم قضایی در بازداشت خانگی هستند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.